همزمان با پیشروی شبه نظامیان حوثی به سوی عدن در جنوب یمن، ترس و وحشت بیش از گذشته بر این شهر سایه افکنده است. پس از در اختیار گرفتن کنترل پایگاه هوایی الاند در 60 کیلومتری عدن، گفته می شود شبه نظامیان حوثی و متحدانشان فرودگاه عدن را در نزدیکی این شهر به تصرف خود درآوردند. از سوی دیگر نیروهای نظامی وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای جلوگیری از پیشروی حوثی ها اقدام به ایجاد پست های ایست و بازرسی در ورودی شهر کردند. در مورد محل اقامت رئیس جمهوری یمن گزارش های زد و نقیضی منتشر شده. پس از سقوط صنعا پایتخت به دست حوثی ها در ماه گذشته، منصور هادی به عدن پناه برد و با نزدیک شدن مخالفانش به عدن گفته می شود که از راه دریا از کشور گریخته، اما به گفته نزدیکانش او به محل امنی منتقل شده است. هرچه حوثی ها به شهر غالبا سنی نشین عدن نزدیکتر می شوند، نگرانی کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان سعودی از احتمال بروز جنگ داخلی قوت می گیرد. در همین حال آقای هادی برای مقابله با حوثی ها خواستار مداخله نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده است.